الدين عن الأقيلة بنت أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه خف الله لقدرته عليك واستحي منه لقربه منك. امشب شب میلاد با سعادت حضرت صدیقه صغرا زینب کبرا سلام الله علیها است، لذا پیرامون شخصیت این بانوی بزرگوار، این شخصیتی که نیمی از نهضت امام حسین و قیام کربلا مرهون صبر و بردباری اوست، به شخصیت این بزرگوار امروز بپردازیم و گوشه‌ای از عظمت و جلالت این بانوی مکرمه رو بتوانیم در قالب الفاظ خدمت شما برادران و خواهران ارائه کنیم. زینب کبرا سومین فرزند امیرالمؤمنین و فاطمه زهرا است. سال ولادت او رو پنجم یا ششم از هجرت پیامبر ذکر کرده و نقل شده است که هنگامی که متولد شد بی بی حضرت زینب سلام الله علیها، پیغمبر خدا در مدینه حضور نداشتند، سفری بودند. وقتی از سفر بازگشتند، خبر ولادت این نوزاد رو به رسول خدا ابلاغ کردند و آوردن این نوزاد رو محضر مقدس پیغمبر اکرم. فرمود علی جان چه نام بر این فرزند گذاشتید؟ عرض کرد یا رسول الله، ما در نام گذاری بر شما سبقت نمیگیریم، پیشی نمیگیریم. فرمود من هم بر خدا پیشی نمیگیرم. جبرئیل آمد محضر مقدس پیغمبر اکرم، عرض کرد که خداوند متعال می‌فرماید ما نام این نوزاد دختر رو زینب گذاشتی. زینب اگر یک کلمه مرکبی باشد از زین و اب، یعنی زینت پدر. اجازه می‌خوام من همینجا خدمت برادران و خواهران عرض کنم، ما مسلمانیم، ما بایستی فرهنگ اسلامی و سیره اهل بیت علیهم صلوات الله تو زندگی ما نمود داشته باشه، بروز داشته باشه. چرا ما از اسماء و نامهای بیگانگان که گاهی بار منفی داره این اسامی، گاهی خودمون نمیدونیم این لفظ معناش چیه؟ آیا یه معنای خوبی داره یا یه معنای بدی داره؟ اینا رو برای فرزندانمون انتخاب میکنی. چرا از نامهای ائمه استفاده نمیکنی؟ شما زندگی ائمه علیهم صلوات الله رو اگر باش آشنا باشید و ببینید سیره اهل بیت علیهم صلوات الله رو، نوعاً فرزندان دخترشون رو فاطمه میگذاشته. این نام فاطمه، نام زهرا، نام بسیار زیبایی است، هم معنای خوبی رو داره، هم یک نام اسلامی است، هم مسلمان با این نام گذاری نشون میده فرهنگ اهل بیت علیهم صلوات الله. شما میدانید آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه سه تا دخترانش، فرزندانش، فرزندان دخترش نامشون فاطمه است. فاطمه کبرا، فاطمه وسطا، فاطمه صغرا. امام حسین نام فرزندانش رو فاطمه گذاشته. ائمه دیگر همینطور.
چرا از این نامهای اسلامی که این نمود اسلامه، نمود این معناست که ما به هر حال پیرو اهل بیت هستیم، در این مکتب تربیت شدیم، باید اون چه که تو سیره اونها مطرحه اون سیره رو زنده کنیم، اون خواستی که هست احیا بکنیم. چرا نامهای بیگانگان رو روی فرزندان اون بگذاریم؟ علی حال زینب یک نام پسندیده است، از نظر بار معنوی یک بار بلندی داره. گاهی برخی از دختران واقعا زینتن برای پدر، پدر رو احیا میکنند، تو خانه نشانه عظمت اون خانواده هستن. اگر نجابت رو، عفاف رو، پاکی رو رعایت بکنن، باعث فخر اون خانواده است. گفتن حضرت زینب سلام الله علیها این گونه بود: عزیزتون فی قومها، در میان فامیل عزیز بود، مورد تکریم بود. وقتی انسان به ترجمه این بانوی مکرمه مراجعه می کند، از او به عنوان امرأتون لبیبه یاد می کنند، یعنی یک زن عاقل، یک زن شایسته، یک زنی که توانست بار سنگین رسالت امام حسین سلام الله علیه رو به دوش بکشن. همونطوری که امام حسین سالار شهیدان بود، زینب کبرا سلام الله علیها سالار اسیران بود و این بار سنگین رو به منزل رسوند، پیام شهادت امام حسین سلام الله علیه رو ابلاغ کرد، نگذاشت بنی امیه خون امام حسین رو دست خوش فراموشی قرار بدن، از یادها ببرن و گم بشه. احیا کرد حضرت زینب سلام الله علیها این مسئله رو. بنابراین در نامگذاری یه قدری دقت بیشتری داشته باشیم، نامهای خوب انتخاب بکنیم. نامی نباشد که فرزندان ما وقتی بزرگ میشن به اون نام صدا زده میشن خودشون خجالت بکشن. در یک حدیثی همینجا من عرض کنم، از وجود مقدس پیغمبر اکرم هست که فرزند به گردن پدر و مادر سه تا حق داره. فرزند به گردن پدر و مادر سه تا حق داره. حق اولش ان یحسن اسمه، اسم خوب براش انتخاب بکن. حالا یا پسر است یا دختر است، ما نامهای خوب اسلامی فراوان داریم، نامهای ائمه. این نامها رو انتخاب بکنیم برای فرزندان پسرمون، برای فرزندان دخترمون از این نامهای خوب بهره بگیریم. ان یحسن اسمه، نام خوب گذاشتن روی فرزندان. حق دوم فرمود ان یعلمه القرآن، تو یک محیط دینی فرزند رو پرورش بدیم، قرآن رو بهش تعلیم بکنیم. برادران عزیز، خواهران محترمه، ما فرزندانمون اگر با قرآن انس بگیرن، با قرآن آشنا بشن، اینها دوچار بعضی از لغزش ها تو زندگی نمیشن، منحرف نمیشن. قرآن نور است، قرآن مشعل هدایت است. چرا به ما سفارش شده که قرآن رو به فرزندانمون بیاموزیم؟ این فرزدق شاعر، من یه فرازی از تاریخ رو همینجا عرض بکنم، این فرزدق شاعر که نامش رو شنیدید، اون قصیده بلند و زیبا رو درباره امام سجاد علیه السلام سرود در مسجد الحرام: هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. ایشون میگوید من یک کودک 6 ساله‌ای بودم،
دستم تو دست پدرم بود در کوفه در زمان امیرالمومنین سلام الله علیه می رفتیم. پدرم سابقه دوستی با امیرالمومنین داشت. در بین راه رسیدیم به آقا امیرالمومنین سلام الله علیه در کوفه. پدرم از سلام کرد به امیرالمومنین حضرت. بعد از یه سلسله صحبت هایی که شد یه توجهی به من کرد، فرمودن که من کودک بودم، یه بچه 6 ساله بودم. به پدرم فرمود که این بچه رو کجا میبری؟ پدرم در جواب امیرالمؤمنین عرض کرد یا امیرالمؤمنین، این کودک من قریحه شعری درش هست. شعر قریحه است، قریحه شعری درشه، میتونه شعر بگه. میرم یه استادی رو پیدا کنم فنون شعر رو بهش بیاموزد، قواعد شعر رو بهش تعلیم کن. حضرت نفی نکردن، میگوین که این فرزدق میگوید من گوش میکردم ببینم به پدرم چی میگوید امیرالمؤمنین. دیدم به پدرم فرمود علمه القرآن، اول قرآن رو به او بیاموز، اول با قرآن مأنوس بشود که اگر شعر هم میگوید در راستای قرآن باشه، در راستای حکمت باشه. فرزدق میگوید وقتی این جمله رو امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن در دل من نشست. بچه 6 ساله این کلام امیرالمومنین چنان در دل من تأثیر گذاشت، همونجا تصمیم گرفتم تا قرآن رو حفظ نکنم، تا با قرآن مأنوس نشوم، سراغ شعر نروم. بنابراین تعلیم قرآن خیلی کمک می کند به فرزندان ما در اینکه در یک صراط مستقیمی حرکت بکنند. قرآن کتاب خداست، قرآن نور است. قد جاءکم موعظة من ربکم و شفاء لما فی الصدور. پس این دوتا حق، یکی حق نامگذاری، نامگذاری خوب، و یکی هم تعلیم قرآن. و حق سوم فرمود و ان یزوجه اذا بلغ، انسان فرزندش رو نگذاره تنها بماند، تزویجش بکند. اگر دختر است داماد خوبی رو انتخاب بکند و به اون داماد، داماد دیندار، داماد متعهد، مؤمن تزویج بکند. اگر پسر است برای او همسر خوبی انتخاب بکنه. اینم از جمله حقوق فرزند به عهده والدین هست. ما نبایستی بگذاریم زمان ازدواج جوانهای ما، دختران و پسر ما، به تأخیر بیفته. مستحضرید به تأخیر افتادن مسئله ازدواج پیامدهای منفی و ناگواری رو به همراه داره. این چرا سفارش شده من سعادت رجل؟ از سعادتهای مرد این است که فرزندش وقتی رسید به سن بلوغ، به سنی که میتونه ازدواج بکنه، اگر پسر است برای او همسر زنی رو انتخاب کنن، اگر دختر است او رو شوهر بدن. این جزء وظائف دینی ماست. به هر حال نام زینب یک نام آسمانی و یک نام ملکوتی است که از ناحیه حضرت حق این نام خوب برای فرزند دختر امیرالمؤمنین، فرزند بزرگ دختر امیرالمؤمنین از طرف پیامبر اکرم تعیین شد. عمر حضرت زینب سلام الله علیها حدود 57 سال، به مقدار عمر امام حسین سلام الله علیه. اما عمده مسئولیت حضرت زینب رو ما در کربلا و این واقعه عظیم مشاهده میکنیم. یه نکته ای رو من راجع به حضرت زینب عرض کنم، تقاضا میکنم
خواهران محترمه توجه کنن به این نکته. عفاف و حجاب یکی از چیزهایی است که اسلام روش زیاد تأکید کرد. این عفاف و حجاب در راستای شخصیت زن هست، در راستای حفظ و نگهداری زن هست، در راستای کرامت زن هست. باید کرامت زن محفوظ بمانه. یک شخصی است به نام یحیای مازنی. این شخص میگوید من در همسایگی خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه اونجا بودم. این دختر امیرالمؤمنین زینب کبری رو ما هیچگاه قامتش رو ندیدیم. ایشون نقل میکنه، میگوید هر از گاهی که اراده میکرد زینب کبری بیاد سر قبر رسول خدا و قبر جدش رو زیارت کند، شب هنگام به همراه پدر و دوتا برادر امام حسن و امام حسین شب هنگام می آمدن کنار قبر رسول خدا. زینب قبر جدش رو زیارت می کرد، چون زینب کبری پیغمبر رو دیده. زینب کبری وقتی پیغمبر خدا از دنیا رفته 5 ساله بوده، جزء زنانی است که حیات پیغمبر رو درک کرده و پیغمبر رو مشاهده کرد. این عفاف، این پاکدامنی، این حجاب از چیزهایی است که اگر تو جامعه ما بهش اهمیت داده بشه، ما شاهد این بیبندوباری ها نباشیم، جامعه سالم میشه. سلامت جامعه به یک سلسله امور وابسته است. تو جامعه ای که خیانت باشه اون جامعه ناسالمه، تو جامعه ای که دروغ باشه اون جامعه جامعه ناسالمی هست، تو جامعه ای که فخر فروشی بزرگ فروشی باشه ناسالمه، تو جامعه ای که امانت نباشه اون جامعه جامعه ناسالمه، تو جامعه ای که عفاف نباشه جامعه جامعه ناسالمه. اینا رو اسلام خواسته ما سعی کنیم از خانواده شروع کنیم. خیلی باید والدین نسبت به فرزندانشون، نسبت به دختر و پسرشون عنایت داشته باشن، البته با زبان خوش، با زبان لین، با توجیه درست فرزندانمون رو سعی کنیم اینها رو هدایت کنیم. اینا امانت‌های خدا هستن، فرزندان ما امانت‌های خدا هستن در اختیار ما. ما اینا رو باید درست تربیت بکنیم، تحویل جامعه بدیم. درست ما امروز به درس فرزندانمون اهمیت میدیم، همه ما اینطوری هستیم. فرزندمون مدرسه بره، بعد دبیرستان بره، بعد به دانشگاه میره، موفق بشه تو دانشگاه، موفق بشه ورود در دانشگاه پیدا بکنه، رشته ای که انتخاب کرده تو اون رشته موفق بشه. همه اینا به جای خود خوب. اسلام سفارش علم رو هم کرده، نیاز جامعه ما هم به دانش هست، اما در کنار دانش اخلاق اسلامی لازمه. من مثال بزنم برای این امر. ملاحظه کنید یه پرنده اگر بخواد پرواز بکنه، طیران بکنه، 2 تا بال باید داشته باشه. با 2 تا بال پرواز میکنه. اگر یه بال شکسته شد دیگه نمیتونه پرواز بکنه. پرواز انسان به سمت کمالات به 2 چیزه، یکی علم و یکی تعهد، ایمان، اخلاق. با این 2 چیز انسان باید طیران بکنه، بایستی اوج بگیره. اینکه اسلام این همه سفارش اخلاق رو کرد. اخلاق فقط این نیست که من با شما خوش برخورد باشم، با سلام گرم استقبال بکنم، پاسخ سلام شما رو بدم،
چهره من گشاده باشه. این یک شعبه اخلاق هست. اخلاق یعنی انسان اهل صداقت باشه، اهل وفا باشه، پیمانها رو رعایت بکنه، خیانت نکند، در امانت، ورع داشته باشه، عفیف باشه. اینا اخلاق هست. این مجموعه رو میگن اخلاق. بنابراین سعی کنیم ما نسبت به فرزندانمون اون چیزای گفتنی رو بیان بکنیم. این نکترم باید توجه بکنن پدرها و مادرها، والدین. عمل اونها باید فرزند رو بسازه، نه تنها گفتار اونها. گفتن تنها به درد نمیخوره. باید فرزند راستگویی رو از پدر و مادر یاد بگیره، درستی رو، پاکی رو از پدر و مادر باید یاد بگیره. در حالات یکی از اصحاب رسول خدا من میدیدم، این نکته تاریخی جالبی هست، یک شخصی است از اصحاب رسول خدا میگوید من در زمان حیات پیامبر یک کودک 4-5 ساله‌ای بودم، 4-5 سالم بود. یک روز پیغمبر خدا در مدینه آمد به منزل ما، آمد وارد منزل ما شد. پدرم حضور نداشت تو منزل. منم یه بچه 4-5 ساله مشغول بازی بودم. پیغمبر که وارد شد سر و صدا می کردم. خب طبیعت بچه اینه، می دوه، انرژی زیادی داره، شلوغ می کنه، سر و صدا می کنه. مادرم آمد دست من رو گرفت، آهسته به من گفت که پیغمبر آمده خانه ما، آرام باش، ساکت باش. ملاحظه کردید مادرها برای اینکه فرزندانشون رو ساکت کنن گاهی وعده بهشون میدن، به بچه ها وعده میدن. مادرم به من گفت که عبدالله، اسمش عبدالله، به من گفت که تمر بهت میدم، خرما بهت میدم، چیزی که اون روزا رسم بوده، معمولا تو منازل بوده، ساکت باش. پیغمبر خدا گوش کرد که مادرم برای ساکت کردن من به من میگوید وعده خرما به من میده، به من میگوید خرما بهت میدم، ساکت باش، آرام باش، فضای خانه رو با سر و صدا اشغال نکن. پیغمبر خدا شنید، مادرم صدا زد. مادرم رفت خدمت پیغمبر، من گوش میکردم، بچه بودم اما گوش میکردم. دیدم رسول خدا به مادرم میگه وعده دادی به بچه باید وفا کنی، یا مبادا وعده دادی به بچه گفتی خرما بهت میدم خلاف بکنی، مسئولی. یا وعده نده، یا حالا که وعده دادی به وعده وفا کن. تا این بچه از همین طفولیت یاد بگیره درستی رو، یاد بگیره وفای به عهد رو، یاد بگیره پاکی رو، یاد بگیره این که انسان باید سر پیمانی که کرده سر اون پیمان بیسته. اسلام این هست. یه مسئله جزئی پیغمبر خدا عنایت داره، بگوید مادر من رو صدا زد و فرمود مبادا وعده‌ای که به فرزند داده‌ای به اون وعده وفا نکنی. این بچه از همین طفولیت ذهنش خراب میشه، تربیت خوب نمیشه، این بار منفی داره. باید بچه رو درست انسان تربیت کن. علی ای حال من کم کم عرایزم رو جمع کنم. یه جمله از حضرت زینب، دو جمله کوتاه من در این شب میلاد با سعادت این بانوی بزرگوار خدمتون تقدیم کنم و عرضم رو جمع کنم. دو تا جمله است. زینب کبرا نقل شده فرمود خف الله لقدرته علیک، یک جمله. جمله دوم واستحمن لقربه منک. اجازه میخوام همین دو جمله رو معنا کنم. محصول جلسه امروز
همین دو جمله باشه. این رو از زینب کبرا ما امروز بیاموزیم. فرمود خدا ترس باش. خدا ترس. آقا خدا ترس بودن برادرها خواهرها این زمینه پاکی رو فراهم میکنه. انسانهایی که خدا ترس هستن قدم خلاف بر نمیدارن، راه نادرست نمیرن، خیانت نمی کنن، اذیت نمی کنن، ستم نمی کنن. لذا برای رسیدن به بهشت قرآن می فرماید انسان باید خدا ترس باشه. اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فرمود خدا ترس باش حضرت زینب، لقدرته علیک، خدا بر تو هیمنه داره، بدون زیر رصد حضرت حقی، ان ربک لبالمرصاد، اون میدونه داری چی کار میکنی. اتقوا معاصی الله فی الخلوات، امیرالمومنین فرمود فان الشاهد هو الحاکم، از معصیت ها نافرمانی ها پرهیز کنید، حتی در خلوت، حتی در پنهانی، اون کسی که داره میبینه همون قیامت حکم میکنه، او داره رصد میکنه. خف الله، خدا ترس باش، لقدرتهی علیک، خداوند بر تو مسیطره، بر تو مهیمنه، بر تو اشراف داره، کارهای تو رو داره میبینه. یک. دو، وستحمن لقربهی منک، وقتی میخوای گناه بکنی حیا کن، شرم کن، خدا نزدیک توست. نحن اقرب الیکم من حبل الورید، ما از رگ گردن به شما نزدیکتریم. هو معکم اینما کنتم، همه جا خدا با ماست. اگر انسان این آیات قرآن رو بهش توجه بکند که خدای متعال با انسان، از دل انسان آگاهه، از کارهای انسان آگاهه، حیا میکند و گناه نمیکند. فرمود وستهمن لقربهی منک، عرض من تمام. این بیبی بزرگوار ام المصائب است. کیست این دختر که مانند پدر گوید سخن، میگذارد بر زمین مانند مادر گام را، گاه پرسد حال رنجور برادر زاده را، گاه تسکین میدهد با آه خود آلام را. قهرمان کربلا ام المصائب زینب است، آن که با تلخی و صبرش کرده شیرین کام را. کنار دروازه کوفه خطبه خوان، مردم رو گریاند، اما یک وقت نگاه کردید سر بریده ابی عبدالله بالای نی هست، صدا زد برادر ما توهم تو یا شقیق فعادی کان هازا مقدرن مکتوبا. میدونستم شهادت رو، اسارت رو هم میدونستم، اما دیگه باور نمی کردم سر بریدتم بالای نی ببینم. برادر اگر با من حرف نمی زنی نزن، با این دختر کوچکت فاطمه سخن بگو. یا اخی فاطمه الصغیرت کلمها فقد کاد قلبها ان یذوبا. برادر ببین چطور به سر بریده تو این دختر نگاه میکند. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، خدایا ما را بیامرز. صبح جمعه است، دعوات ما رو مستجاب کن، فرج حضرت بقیت الله رو نزدیک بفرما، وسیله کسب و کار و ازدواج برای جوانهای ما فراهم کن، مشکلاتی که فراروی این ملت و این کشور است با درایت مسئولین و عنایت خودت مشکلات رو برطرف
بفرما. ارواح طیبه شهدا والدین منحقداران بر ما امام همه رو با اولیاء ات محشور بفرما. کشور ما، نظام ما، ملت ما، رهبر بزرگوار ما رو محفوظ بدار. السلام علیکم و رحمت الله.